سرگذشت عجیب یکی از انسان‌های خوب، یکی از علمای عصرهای قدیم با نام احمد ابن مسکین که در بصره عراق زندگانی میکرد. زمان از روزهای سخت سردش حکایت میکنه. میگه سال 219 پیش از سال شماره هجری ما و عائله ام با قحطی وزنین سنگین روبرو شدیم. چنان روزهای بد داشتیم که اوتاری روزها را در دشمنم تمنونه میکنم. نونی خوردن نبود، در میدمان بجز سوزاک درد دیگر چیزی دور نمیزد. میگم ویلی خدم گمان کدم زن فرزندم ایگشنگی به هلاکت میرسن. حیران، ندانستم چیکار کنم، گفتم کلبم هم میفروشم، راه دیگر ندارم. با کوچه برآمدم تا که یگان خریدار بیاوم. با ناگهان در راه ای پیشم ابو نصر برآمد. از حالم پرسون شید، وضعیت بزیب ما با پراگی نقلش کردم. غمگین شده در جواب گفت کلبتا نفروش و ده کلچم داد، در ما بنشان کمی حولو بد. گفت بر زن فرزان تا بخرون. تشکر گویان جانب خونم روان شدم. بخاطر کلچه های دستم آماده بدم که با شیر بجنگم. آماده بدم حتی جان بسپارم، اما کلچه ها را با کسی نتیم جز زن فرزندم. ناگه ای پیشم زن با کودک برامد و ای کلچه های دستم چشم نمیکندن. زن جانبم گفت اکا جان، ای کودک را که با ما میبینی صغیر بیکسای، دیگر طاقت گرسنگی نداره، خواهش میکنم با کودک رحم کن تا که الله ایت راضی باشه. کودک جانبم نگاهی پردرده کرد که هرگز اون نگاه از یادم نمیره. توکل با پروردگار کردم، در حال کلچه ها را با آنها داده گفتم با خدا قسم با جز حمید کلچه دیگر چیزی ندارم. در خانه زن فرزندم منتظر من و آنها نیز عیناً در همین وضعیت شما هم. زن گپوی مرا شنیده با خجالت اشک ریخت و نخواست کلچه ها را بگیره، ولی من مجبور دادم شون. کودک چنان شاد گشت، خیال کردم خدا ایما شاد گشت. احمد میگه رحمت دوام دادم. هنگام ایوا دور شدم، در بخ دیوار شیشتم، نتونستم دست خالی به خانم برگردم. با همو فکر خانه را باید فروشم که همی زمان ابو نصر پدر احمد دید ما و نزدم آمد. با چهره خندان گفت های احمد، در خانه دارایی و عزت به پایان انتظاری تو تباشی دیجا شیشتای. گفتم ابو نصر وقتی شوخی کردن نیست، الله شاهد است که چیزی ندارم و در حال ناگوارم. ابو نصر گفت از خراسان مرد پدر رحمتی تو را کوفته بصره آمد. هنگام گفتمش که از دنیا گذشتگی ای، از فرزندش پرسون شید و سراغه تو را با او دادیم. با کاروان پور از زر و زیور سمت خانه تو حرکت کرد. در فکر افتادم، گفتم با چی خاطر پدری مرا میکفت؟ ایما چی میخواه؟ ابو نصر گفت او مردک میگه 30 قبل در همی شهر با سودا مشغول بدهی و نصف تجارتش با پول پدری تو بدهی، یعنی 50% تجارت با پدری تو تعلق داشتهی، خلاص شریک بدیان. دایجا کوروش اومد نمیکنه، بانکروت میشوه و با خراسان میروه. داوجا کوروش اومد میکنه، با پا میخیزه و یکی از تاجران ثروتمند و آبرومند میشوه. حالا باشه آمده که قرضش برگردانه و 30 از بین رفته را جبران کنه. احمد میگه زود با سوی خانم دویدم، دیدم در اصل همی حالته. چنان اشک شادی ریختم، ای اللهم شکر به اندازه کردم. اول رفتم به همو زن و صغیر نیازمند خانه خریدم. دیگر پولها را با تجارت صرف کردم. کسی را فریب نمی کردم. با وقتش زکات می دادم و در همه کارهای خیر همراه بدم. از کارهای شر دوری می جستم. با الله قسم میگه هموقع زیاد خیر می کردم. با هموقع تجارت فایده زیاد به دست می آوردم. گمان می کردم که تنها در کتف راستم نویس نویس می روه و خلاص. و یکی از جنتی هایم. به حساب فخر می کردم. شب خواب دیدم که قیامت فرا رسیده. من چنان ترس سون لرزان و در گرد اطراف دریاهای آتش جوش میزنه. ای هر سنولا و فیغان مرا نزد ترازو بردن، در یک طرف ترازو کردارهای بد و در دیگری طرفش عملهای نیک مگذاشتن. اما کردارهای بدم به نهایت زیاد بدن که وزنینی میکردن. فا
فرشته‌ها از نو دانه به دانه بر کشیدند که در همه کارهای خیرم خودنمایشی و ریا مشاهده میشید. هیچ عمل خوبم خالص الله نبودای. گفتم تمام جهنم میبرانم. کی صدای آمد با فرشتگان امر گشت از نو تفتیش کنین، شاید یگان عمل نیک دیگر هم داره. فرشته ها از تای خلطه ده کلچه یفتن. گفتم او قدر خیرهای زیادم کوچکی کردن، نخواهمی ده کلچه مرا ای آتش دوزخ رها کنه. پس اون کلچه ها را بر کشیدن که قریب ترازو برابر طرف شید. باز اشکهای همو زن ایلوه کردن و خشبختانه عملهای نکم وزنینی کردن. باز صدای بگوشم رسید که می گفت او از عذاب آزاد گردید.